سلام، خدمت دارم خدمت همه شما دوستان عزیز. من محمد امین رجبی، هم بنیانگذار شرکت راهکار صنعت آماپرداز. راهکار صنعت یه پلتفرم IoT داره که یه بخشی از این پلتفرم اومده روی یه محصولی به اسم سیستم هوشمند مدیریت نابگان ابسو کار کرده. این یه محصول قابل ارائه که اولین محصولمونه روی این پلتفرم بالا آوردیمش. تقریبا از سال 94 ما داریم توی حوزه IoT کار میکنیم. از سال 94 داریم توی حوزه IoT کار میکنیم، روی دیوایس های مختلفی کار کردیم، یعنی محافظ ولتاژ ساختمان بوده، هشدار دهنده دمای خودرو بوده، نمیدونم پنل های مختلف بوده، سیستم های اندازه‌گیری سرعت تیر اسلحه بوده، یه سری سایت ها وبسایت هایی که برای ارائه خدمات آوردیم. این کارهایی بودن که ما تو حوزه IoT انجام دادیم. سال 1399 با شرکت آواپرداز کریمان آشنا شدیم. برای یه سری از کسب و کارهاشون، چه حضوری چه غیر حضوری، میخواستن بیان واسه تجهیزات IoT و AI توسعه بدن کسب و کارشون، یه سری نواقصشون رو برطرف کنن. ما هین این که توی این شرکت آرندی میکردیم، روی بازار و مارکت این محصولاتی که داشتیم تولید میکردیم کار میکردیم. مثلا کیوسک های دیجیتال بود، اینا باشگاه مشتریان بود، یه سری آمپلیفایر ها بود، باکس های هوشمند حمل غذا برای دلیوری زودکس، یه پلتفرم آنلاین سفارش غذا است که تو کرمان و بندرعباس مشهد داره فعالیت میکنه، کار کردیم. بعد برای این باکس های هوشمند یه سری ردیاب توسعه دادیم، ترازوی آنلاین بود، ترازوی هوشمند بود که برای سیستم سورتینگ فروشگاه موبیت توسعه داده شد. بعد بین همه محصولات، ردیابه یا اون سیستم هوشمند محیط نافگانه، وقتی بازارش رو بررسی کردیم میدیم حدود 20 میلیون خودرو تو ایران داریم، سالانه 1 میلیون به این نافگان داره اضافه میشه. از طرف دیگه 4% از این نافگان به ردیاب مجهز شده، 4% که تقریبا بخشش هم غیر فعاله. سیستم هایی که الان توی ایران هست، یه مشکلی که داره کاستومایز شده نشد، مشکل داره، به سادگی کاستومایز نمیشه. شروع کردیم با کسانی که از این سیستم میخوان بهره برداری کنن، یعنی این سیستم هوشمند مدیریت نابگان میخوان بهره برداری کنن، چه شخصی، چه سازمان ها، چه ارگان ها. صحبت کردیم، یه سه چالش ها مشکلاتی که داشتن در آوردیم، بر اساس اونها اومدیم محصول رو توسعه دادیم. من چون وقت کمه یه جور دیگه دارم اینو ارائهش میدم، امیدوارم خب بهتر به نتیجه برسیم، خب متوجه بشید دقیقا. خب اینا چالش های اصلی هستن که توی سازمان ها وجود داره. یه سه چالش هم خب افراد، اشخاصی که میخوان یه ردیابو تهیه کنن دارن. ما همه این چالش ها رو اومدیم گذاشتیم. سیستم های متعددی هستن که توی ایران دارن روی این کار میکنن، برندهای مختلفی هستن. اکثریت این برندها خب این خواصو دارن، این کارا رو انجام میدن. مزیت اصلی ما روی این که ما میتونیم برای سازمان ها هزینه چنج کاست رو بیاریم پایین، یعنی یه سازمانی هست یه بخش از نابگانش تجهیز شده و میخواد بیا از این پلتفرم بهتر استفاده کنه که بتونه اون چیزهایی که نیاز داره رو، اون دیتاهایی که جمع آوری میکنه، بتونه داشبورد های خوبی داشته باشه، بتونه خروجی بگیره، بعد بتونیم سریع تغییرات رو اعمال کنیم، این تغییر خیلی سریع باشه. به اضافه این که روی زیرساخت‌های خودشون، بعضی از سازمان‌ها دوستان روی زیرساخت خودشون باشه، روی کلاود الان هر جایی نباشه، مشکلاتی که دارن. خب این چیزایی بود که ما براشون در نظر گرفتیم. این مزیت رقابتی ما نسبت به بقیه رقبامونه، سعی کردیم توش واسه داشبورد‌های مدیریتی و یه سری ورک فلوهایی که برای مدیریت روند انجام مأموریت‌ها هست، بیایم این چالش هایی که اینا دارن رو انجام بدیم. برنامه بلند مدت ما توی این سیستم اینه که بتونیم وارد 3 حوزه بشیم. یکی بحث مدیریت مأموریت، یکی سیستم تعمیر و نگهداری، این سیستم اتوماسیون تعمیر و نگهداریه، و یکم فروش و نوسازی نابگان ها. اینا تارگت هایی هستن که ما با ورودش، یعنی پلتفرم IoT و محصولی به اسم ابسو، و الان هم اینا تارگت هامونه. برای این اومدیم چیکار کردیم؟ با یه شرکت حمل و نقل جوین شدیم، یه محصول جدید آوردیم بالا به اسم ترابار که بحث ورک فلو های این مدیریت روند اجرای مأموریت رو بهینه‌تر کنه. همین رو خودش کردیم یه محصول که بیاد علاوه بر اینکه مدیریت میکنه فرایند تحویل، نمیدونم کاری که باید انجام بشه روی این محموله تا به نتیجه برسه،
یه بخشی رو داره که افراد میتونن بگن ما محصول داریم یا یکی بیاد میگه من این کارو انجام میدم. یعنی یه بازارگاه الکترونیکی رو ایجاد کردیم، از داخل خود این یه محصول بیرون آوردیم. بعد روی بحث تعمیر و نگهداری الان داریم یه سری رایزنیا میکنیم، بتونیم این نمایندگی از شرکت های خودروهای سنگین آفرن دا فرمان تو اولویت با اینا کار کنیم، بتونیم استارت تعمیر و نگهداری تو زنجیره داشته باشیم. بعد اگه یه سیستمی یه خودروی چه شخصی چه حالا سازمانی هست، حالا هر کدومش به نوع خودش خواهیم نیست، من خلاصه میگم، بتونیم معرفی کنیم به یه جایی، بگیم شما میتونید برید این محل، حالا یا میتونه مال خودمون باشه، یا سیستم های جز سیستم هایی که با شرکت جاریمون هست، یا همینی که خب این سیستم رو باشون معرفی کنه بر اساس امتیازی که داره برن و اونجا مشکلشون رو حل کنن، و اگه نیاز داشته قطعه تعویض بشه یا چیزی، ما خودمون به توی رابطه کنه که به خود رو متصل میشیم میتونیم تشخیص بدیم که ای به خود رو چی. البته این هنوز کاملا پیادسازی نشده، یعنی رو محصول نیست این الان. بعد و بهشون اگه قطعا قرار از خریداری کنم بگیم شما میشیم مثلا این قطعه رو از فلاجم تهیه کنیم. برای این کارم باید حتما با شرکت های که تعمیر قطعه انجام میدن یه سری رایزنی داشته باشیم. حالا این برنامه که الان برای 3 سالمون بود کلا صحبت شد، این شرکت هایی هستن که ما باهاشون توافق کردیم، بهشون فروختیم محصولمون رو، این کاملا پیاده سازی شده، اینا هم خریداری کردن و دارن پیاده سازی میکنن روی ناوگانشون. نه همشون شرکت نفت کرمان هستن، شرکت نفت کرمان. هزینه‌ای که ما تا الان داشتیم حدود 1.2 میلیارد تومان تا الان هزینه این طرح شده. تا اینجا فاندی که جذب کردیم مستقیما 700 تومان بود، به اضافه یه مقداری که باز تقریبا 1 میلیارد فاند جذب کردیم از آواپرداز برای انجام این کار، و 1.5 میلیارد هم درآمد داشتیم تو سالی که گذشت. مثلا هفته شما اوکی تمام شد. آره فقط این که ما برای سال آینده برنامه فروش 12000 تا داریم تو بازار کرمان، بر اساس بازاری که بررسی کردیم. برای این کار هزینه هامون 20 میلیارد، 30 میلیارد هم درآمدمونه، سرمایه لازم برای انجام این کار 10 میلیارد. راجع به تیم کاریتون توضیح ندادید اینجا. خب این تیمی که ما داریم از سال 94 تقریبا شکل گرفته. خیلی از این دوستان مثل آقای عرب‌پور و اسنشری بچه‌ای بودن که ما وقتی خودمون داشتیم کار می‌کردیم با کارآموز پیشمون بودن، همینجوری با اون تفکری که ما داریم، اون طرز فکری که داره علاقمند شدن و شروع کردن با هم همکاری داریم. بعضیشون هم که تو مسیر پیشرفت همینجوری باشون آشنا شدیم. اینا تیممون تقریبا کامله. این تیم 3-4 نفر از این تیم الان نیستن متاسفانه، دوستان اونجا سربازی هم دیگه، حالا چرا بعد از خدمت بیام در خدمتشون باشه. این هم از تیم مزیت تیممون اینه که خیلی دلیه دیگه، زیادی دلیه. یعنی بچه‌ها حتی خیلی وقت ما مشکلاتی داریم میام میگم هیچ ایرادی نداره، حتی اگر اتفاقی بیفته ما هستیم. یعنی واقعا هستن، همین الان حقوق دست ما واچن، یعنی دریافت نمیکنه این تیم با این سرمایه که من گفتم. عجیبه که اینجا رسیده به خاطر این. قیمت این پکی که الان دیدی چه قیمته؟ این پکی که الان دستتونه قیمتش 1.7 میلیون البته تا الان این چی میشه. مدل کسب و کارتون هم مدل های درآمدیمون 3 تا مدل درآمدی داریم. یکی فروش دانش فنی که بخشش هم امسال هم انجام دادیم، دانش فنی که رو پلتفرم داریم توسعه میدیم. بخشش فروش خود محصول، یعنی سخت افزارها و دیوایس هایی که داریم میفروشیم. بخش دیگه اش هم میاد سمت حق اشتراک های سالیانه برای بیشتر کرایه خودروهای شخصی و هم سازمان. این هم 3 تا مدل درآمدی. خوبتون. من سوالی برام پیش اومد، شما الان در حوزه سخت افزار کار خودتون کاملا و... ما چون پلتفرم داریم توسعه میدیم و دوست داریم که این بتونه همه کاراشو انجام بدیم، و همین خاطر اومدیم روی سخت افزار خودمون کار کردیم. ورود متوازی IoT با ردیابه، چرا که بازارش خیلی مشخص و ملموسه و الان تو بورس بقیه بازارها مثل خونه هوشمند یا تو صنایع هنوز جای کار داره. هنوز صنایع با خودشون بفهمن چه نیازی رو میخوان داشته باشن. الان ما ورود کنیم تو این مقداری بعد اینجا میتونیم درآمد داشته باشیم، پلتفرممون رو توسعه بدیم، شبکه‌مون رو بسازیم و بعدم به بقیه بخشا بدیم. قابلیت رقابت داشتید با نمونه‌های چینی موجود؟ بله، هم قابلیت رقابت داریم با مدل‌های چینی. خب واسه طرف دیگه بستر ما این امکان داره اون سخت افزارمون دیوایس‌ها به بستر ما متصل بشه، بتون با اونم سیستمشون رو مدیریت.
در خصوص خودرو هم شما صحبت کردید، البته من داشتم تو تیم نگاه میکردم ببینم کسی هست که یه ارتباطی داشته باشه با حوزه خودرو یا سیستم برق الکترونیکی خودرو رو بشناسه یا دیاگ رو بشناسه. من آیا بعید به اشتیک میسفن و چقدر اون کارتون جلو رفته، چیزی جلو رفته یا خودرو این رو دیاگ خود رو ما یه سری فایل سیستمی که بچه دارن روش کار میکنن تو تست چند تا مدل کامپیوتر ایسیو گرفتیم داریم رو اینا کار میکنیم. چیز پیچیده ای نیست اون چیز قسمتی که ما نیاز داریم، چون ما هم گوش بدیم به سیستم، نمیخوایم روش پروگرام کنیم، گوش دادن به سیستم برامون زیاد چیز سختی نبود، فقط این دیتا ها رو دستبندی کردن، نمیدونم اینا رو سطبندی کردن بتونیم از این اطراف هوش مصنوعی بفهمیم ای به خود رو چیه چیزی هست که فعلا برام چالش. خدمت شما عرض شد که و در حوزه مدیریت ناوگان شما میتونید سخت افزارهای مختلفی رو خود رو نصب کنید. من باز متوجه نشدم که کدوم تو تارگت فعلی شماست، برنامه آینده ببینید دیوایس هایی که لازمه سنسورهای چیزی اجنس فتیت دیتکشن هم من دیدم که شما تو برنامه‌تون هست، رو دیتکشن اگه هست یا نیست، ارتباط با راننده به صورت تماس برخط، این فیچرها رو من ندیدم. ببین این سیستم هایی که اصلا روی این دیوایسی که الان جلوتونه بحث تماس و نمیدونم این شکلاش الان وجود داره، یه سری سنسورها باید اضافه بشن بهش که بتونیم الان دما و محیط و رطوبت و یه چیزی که نیاز باشه اگر اون آقا نیاز داشته باشه بتونه بگیریم، اونم سنسورش رو به صورت جداگون. چون ما چند سال داریم کار میکنیم واقعا پیچیده نیست، قبلا کار کردیم با شرکت کن، اونم به همین سیستم واتساپ میشه و اونم توی امساله، یعنی توی 6 ماه دوم امسال فقط این دیوایس تولید میشه. به خاطر اینکه مشتری هایی که الان ما داریم تارگت کردیم اونا نیاز ندارن بشن. هر وقت که به اونا رسیدیم و نیاز سرمایه گذاریتون چقدر بود؟ گفتم 10 تومن بابت بیشترش میشه سرمایه درگر بشه برای خرید تجهیزات، برای تجهیزات که بتونیم تولید کنیم و وارد بازار کنیم. بحث بازارتون رو آیا صرفا کرمان رو در نظر گرفتین؟ چون بیشتر تاکیدتون روی این مسئله بود. موضوع بعدی میخوام اینم که در واقع بازار هدفتون دقیقا کجا هستش، بعد بازخوردتون از مشتری به چه صورت بوده، آیا در واقع رصد کردین عملکرد تجهیز رو، یا رضایت دارن از موضوع یا نه؟ میخوام اون عملکرد محصولتون رو میخوام بدونم به چه صورتی هست. و این حقیقش رو گفتن چی بودش؟ این مشتری رو گیرش میندازین یه جایی، هی دائما از شما بخواد در خشترش بگیره یه محصول از شما میخواد بره خونش دیگه بره. نه محصول مگه میشه که گرفت رو خونش باش کار داریم هنوز. میگم که ما برنامه ما اینه که بخواهم بهش محصول هم دیگه هم بفروشیم، بگیم بیاییم روغن موتور نمیدونم این چی برنامه داریم هنوز با این مشتری که میگه سمجام. آره حتما. خب این راجب حق اشتراکی خب ما اصولا همه سیستم های ردیابی طوری هستن که بخواد یه سری از نه خدمات سرور و کلاود و اینا داره، یه سری از نه حق اشتراک میگیریم که بتونیم ذخیره سازی کنیم دیتا هاشون رو. این بابت اونه. خب چون ما خودمون روی با اچ‌کامپی کار میکنیم، یعنی میایم تکنولوژی لبه پردازش رو خیلی روز دیوایسی که داریم انجام میدیم، سمت سرورمون خیلی هزینه هامون کمه. برای خاطر هزینه برای ما کمه، این بخشی که از مشتری داریم میگیریم خیلی شدیه، درآمد خیلی خوب و جذابی برای ما، این مدل خیلی باحال. یه سوال دیگه تو ببخشید. پس بازارتون بازار رو گفتم چرا کرمان؟ بازارمون تو کرمان چون ما مستقیم رفتیم با مغازه و مغازه بر بحث بی تو سی ما صحبت کردیم، ببینیم شما چند تا میفروشید. ما تو این یک ساله تو 6 ماهه رفتیم صحبت کردیم، خب این باز تخمین 20 درصد مثلا پارسال رشد داشته، این خیلی خوبه. خب رفتیم به مغازه و مغازه توی شهرهای اصلی کرمان، مثل کرمان، جیرفت، رفسنجان، سیرجان، زرند، جایی که دوست داشتیم یا خودمون میتونستیم بریم، رفتیم مستقیم سوال کردیم بازار اینجا رو دقیق میدونیم چه تعدادی هست، چقدر دارن میفروشن، مشتریاشون چی باید به مشتریشون بگن که مشتریشون قبول کنه این محصول رو ازشون بخره، به برند فکر میکنه یا نه. بعد میخواد ورود تو بازار خود اوساکا ما برامون چون محلی خیلی ساده است و این تارگتمون هم حدود 30% از بازار کرمانه، یعنی فروش امسال ما 30% بازار خود کرمان. بعد بازخورد از مشتری چی گرفتیم؟ بازخورد از مشتری هم ببینید ما محصولمون تقریبا 10 خرداد سال گذشته یه تعداد سطحی روی شرکت حجت رو پیاده کردیم، بعد روی همون شرکت توسعه دادن، یعنی اومدیم یه سری تغییرات سخت افزاری ایجاد کردیم، یه سری تغییرات نرم افزاری ایجاد کردیم، اونجا شد که استارت این که
بحث فروشگاه زنجیره تامین خدمات اتفاق بیفته خورد و این کار اتفاق افتاد، همش سمت بازخورد بوده. یعنی ما یه تجربه خیلی خیلی خوبی داریم، بحث سرمایه گذاری که انجام شده اصلا شکل نواپرداز بوده، شکل نواپرداز تجربیات یعنی خوب و بد زیادی داشته، ولی نارو پاکی با ما در اشتراک گذاشته روی اون یه تجربه خیلی خوبش اینه میگه روی تک اصلا کلا جلو نمیریم، فقط محصول برمیگردیم که ما باید چی رو توسعه بدیم. یعنی ما اومدیم پلتفرم رو توسعه دادیم، روی محصول فقط رفتیم بازار برگشتیم، حالا این چی داشته باشه بهتره از سمت بازار برگشتیم، همین شکلی بود.